اگر به فیلم های پورن و سکسی علاقه دارید، پس این ویدیو را حتما تماشا کنید. با من رضا پور کنشین در نیکس وان پلاس همراه باشید. سلام و وقتتان بخیر. به یکی دیگر از ویدیوهای شنیدنی نیکس وان پلاس خوش آمدید. در تصاویر، متن‌ها و فیلم‌های پورنوگرافی چیزی به نام واقعیت وجود ندارد. بزرگنمایی، صداهای ساختگی، سکوت‌های فریب دهنده، اندام خشن، دست‌های بی احساس، پاهای بی هدف، دقیقه‌های تکراری، لحظه‌های سرهم شده، سرهای سردرگم، نفس‌های مرگبار و شرم‌های خورده شده. اینها فقط بخش کوچکی از صنعت کثیف پورنوگرافی است که این روزها وقت‌های طلایی ده‌ها و شاید صدها میلیون انسان را در سراسر جهان هدر می‌دهد. هرزنگاری و پورنوگرافی به عنوان معضل و آسیب اجتماعی جدید و تقریباً فراگیر در دنیای امروز شناخته می‌شود، تا جایی که بسیاری از کشورها قوانین محدود کننده همراه با مجازات را برای مقابله با این آسیب‌ها وضع کردند، چرا که عوارض غیر قابل جبران آن را درک کردند. ابتلا به بیماری‌های شخصیتی، جسمی و جنسیتی و نیز اقدام به آزار کودکان و تجاوز فقط گوشه‌ای از زوایای پنهان و آشکار این صنعت آلوده است. گرایش به مشاهده محصولات مرتبط با پورنوگرافی و هرزنگاری هرچند تأثیرات متفاوتی در جنس‌های زن و مرد دارد، اما نتیجه این گرایش برای این دو جنس یکسان است، یعنی رسیدن به پوچی. در تصاویر، متن‌ها و فیلم‌های مستهجن چیزی به نام واقعیت وجود ندارد و استفاده کنندگان از این محصولات نمی‌توانند درک درست واقعی از زمان داشته باشند، چرا که هر یک دقیقه در فیلم های پورن دست کم تبدیل به 2 دقیقه شده است. در تمام صحنه ها یک اصل فریب دهنده به نام بزرگنمایی رایج شده است. بنابراین تصاویر، اشیا و سر و دست انسان ها در واقعیت از آنچه شما در فیلم های پورن میبینید کوچکتر هستند. همین بزرگنمایی و اغراق در فیلم ها و تصاویر پورن موجب می شود که مشاهده کنندگان انتظارات غیر واقعی از همسر خود داشته باشند و دنیای خود را با دنیای بازیگران این فیلم مقایسه کنند. چنین مقایسه‌ای در نهایت خود کوچک بینی و احساس ضعف و حقارت را به دنبال دارد. این در حالی است که اگر کسی پای صحبت‌های یکی از بازیگران چنین فیلم‌هایی بنشیند، به حقایق پشت پرده پی خواهد برد. تاگا یکی از بازیگران فیلم‌های پورنوگرافی است که پس از سال‌ها فریب دادن جوانان و بزرگنمایی برای آنها حالا تنها و منزوی شده است. آرزوهای انسانی و متعالی خود را گم کرده و با حسرت از آنها یاد می‌کند. شاید برای برخی از طرفداران صنعت هرزنگاری در جهان زندگی بازیگران این فیلم رویایی باشد. اما این طبیعی نیست. از کسی که دوستش دارید خداحافظی کنید، برای اینکه بروید سر کار و با کسی باشید که دوستش ندارید. جالب است که این بازیگر فیلم‌های پورن ویژگی همسر مورد علاقه و رویایی خود را این چنین توصیف می‌کند: فداکار، مهربان و کسی که دلش بخواهد بچه دار شود. او در نهایت اعتراف می‌کند: راستش در صنعت پورنوگرافی نمی‌توانم چنین کسی را پیدا کنم. مروری بر چنین شرح حال‌ها و اعتراف‌هایی ما را به این نتیجه می‌رساند که انتهای مسیر هرزنگاری و پورنوگرافی جز نابودی و تباهی انزوا نیست. وقتی بازیگر این فیلم‌ها این چنین به آخر خط می‌رسد، مشاهده کنندگان و فریب خوردگان چه سرنوشتی در پیش دارند؟ افرادی که حتی برای یک یا دو بار به مشاهده فیلم‌ها و تصاویر پورنوگرافی می‌نشینند، نمیتوانند با دنیای واقعی کنار بیایند. آنها مدام در تخیلات خود زیست میکنند و دست به اقداماتی میزنند که روح و جسمشان را نابود میکند. این افراد مانند کودکانی هستند که تفاوت تفنگ واقعی و تفنگ آپاش را نمیدانند و در دنیای واقعی نیز از تفنگهای خطرناک انتظار آپاشی دارند. بنابراین دست به خطر میزنند. نتیجه بازی با خطر
اما چیزی جز مشکلات روحی و بیماری‌های سخت نیست. کامبی، یکی از بازیگران فیلم‌های پورن که امروز 32 سال دارد، 3 سال قبل در 29 سالگی در برابر خبرنگاران اشک ریخت و پرده از ابتلای خود به ویروس HIV برداشت. من در این تجارت آموختم که اگر کاری را که از تو خواستند انجام ندهی، همیشه یکی جوانتر و جذابتر از تو هست که انجامش دهد. انتهای راه برای تولید کنندگان، بازیگران و مشاهده کنندگان فیلم های پر تقریبا یکسان و مشخص است، چرا که در نهایت هدیه‌ای به انسان ها می دهد که با روبان قرمز تزیین شده است. اعتیاد به هرزنگاری علاوه بر ایجاد بیماری ها و مشکلات روحی، روابط صحیح خانوادگی و ارتباط صمیمی همسران را برهم می زند و دچار اخلال می کند. همسرانی که یکی از آنها یا هر دوی آنها گرفتار فیلم های پورنو هرز هستند، به مرور زمان و خیلی زود از یکدیگر فاصله می گیرند و حتی اگر در ظاهر از یکدیگر جدا نشوند، دنیای ساختگی و ذهنی آنها بسیار از همدیگر دور است. تولید کنندگان فیلم های پورن به خاطر مطالعات و بررسی های فراوانی که درباره جنس های زن و مرد داشتند، به خوبی می دانند که هر یک از این دو جنس را چگونه گرفتار اعتیاد جنسی کنند. مردهایی که گرایش زیاد یا حتی اندک به مشاهده تصاویر و فیلم های پورن دارند، همسر خود را همچون کالایی تصور می کنند که هنگام خرید یا استفاده باید زیر رو شود تا احیانا مشکل یا نقصی نداشته باشند. این مردها با حجمه ای از انتظارات حجیم مواجه هستند و رویاهای آنها فرم خاصی گرفته است که نشانی در دنیای واقعی ندارد. از سوی دیگر زنانی که در کشورهای مختلف مشتری فیلم‌های پورنوگرافی هستند، آن چیزی را در دنیای واقعی جستجو می‌کنند که معمولاً یافت نمی‌شود و یا اینکه یافت شدنش باید با عوارض جسمی برای شوهر او همراه باشد. این زنها نه تنها به جنس مرد نگاه کالایی دارند، بلکه خود را مانند یک کالا در اختیار مشتری قرار می‌دهند. در دنیای این افراد، انسان‌ها چیزی فراتر از کالاهایی که دست به دست می‌شود نیست، چرا که الگوی این افراد، یعنی همان دو شخصیت یا بیشتر که در فیلم‌های پورنوگرافی حضور دارند، نیز مانند موم در دست کارگردان و تولید کننده هست که به شکل‌های مختلف در می‌آیند، کوچک و بزرگ می‌شوند، فرم می‌پذیرند و نهایت از دست می‌روند. مطابق بررسی‌های پژوهشگران گروه روانشناسی عمومی در دانشگاه دیویسبرگ آلمان که جزو 10 دانشگاه برتر آلمان شناخته می‌شود، مشخص شد که تأثیر ارتباط فیزیکی بین دو فرد به هیچ وجه قابل مقایسه با انواع غیر فیزیکی آن نیست. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که مشاهده فیلم‌ها و تصاویر پورنوگرافی اثر مخرب و زیانبار بر عملکرد یادگیری و حافظه انسان‌ها داشته است. 2 دانشمند علوم اعصاب دانشگاه تگزاس نیز در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که مشاهده فیلم‌های پورن می‌تواند در ساختار مغز و شبکه ارتباطی عصب‌ها تغییرات آناتومیک ایجاد کند. همچنین یافته‌های 5 سال قبل دکتر مگاف، استاد دانشگاه کالیفرنیا، مشخص کرده است که اتفاقاتی که به هنگام تحریکات احساسی رخ می‌دهد، توسط هورمون غده آدرنال در مغز می‌نشیند و پاک کردن آن دشوار است و این فرض می‌تواند تا حدودی اثر اعتیاد به هرزنگاری و پورنوگرافی را توصیف کند. در این میان اما نباید از قدرت و نقش اراده انسان غافل شد. هرچند کمتر فردی در جهان به بیان تجربه موفق خود در ترک اعتیاد به فیلم‌ها و تصاویر پورن می‌پردازد، اما مرور خاطرات افرادی که در این مسیر به تباهی، نیستی و پوچی رسیدند و زندگی خانوادگی و عواطف آنها نابود شده، به خوبی و روشنی بیانگر واقعیت‌ها و حقایق نهفته در این حوزه و صنعت غیر انسانی است. بنابراین انسان‌های آگاه پیش از رسیدن به نقطه سقوط خود را از خطر نجات می‌دهند. ابزار و وسیله نجات چیزی نیست جز اراده و آگاهی. نظر شما در این مورد چیست؟ لطفاً نظرتان را در کامنت با ما به اشتراک بگذارید. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما همراه بودید. جهت اطلاع از ویدیوهای جدید روزانه ما، چنل یوتیوب Next One Plus را سابسکرایب کنید. تا ویدیوهای دیگر، خدا نگهدار.